موسی شریفی، تحلیلگر مسائل جهان عرب از ریاض با ما هستند. خوش اومدین آقای شریفی. 7 سال پیش روزنامه کیهان و بسیاری از روزنامه‌های وابسته به حکومت به قطع روابط با عربستان مباهات می‌کردند. چه اتفاقی افتاد که برقراری دوباره ارتباط با عربستان الان یک دستاورد سیاسی محسوب میشه برای مقامات جمهوری اسلامی؟ بله، با سلام به شما و بینندگان محترم ایران انترنشنال. ببینید، ایران خب در یک شرایط بسیار بدی قرار گرفته، یک انزوای منطقه‌ای داره، یک انزوای بین المللی داره و از نظر اوضاع داخلی هم میدونیم که ایران در یک وضعیت بسیار بحرانی به سر میبره، منظورم رژیم جمهوری اسلامی، و این عوامل باعث شده که به نظر من حداقل برای بقای رژیم یک تجدید نظری از جانب اصولگرایان در ایران در نظر گرفته بشه و این به اصطلاح مسئله توافق با سعودی را به عنوان یکی از به اصطلاح تلاش‌های رژیم برای پایان دادن به یک تنش مرحله‌ای حداقل تا بتونه اون به اصطلاح اوضاع داخلی خودش را درست کنه، مسئله اقتصادی، چون روابط با سعودی میتونه تأثیر بسیار بسیاری بگذاره، تأثیر مثبت بگذاره روی روابط با دیگر کشورهای خلیج، مثلا کویت، بحرین، امارات. اینا تقریبا روابط خوبی با ایران دارن، البته قبل از سعودی امارات روابط خودش را با ایران خیلی خوب کرده. ما در امارات بودیم تا 2 ماه پیش، ایرانی ها خیلی راحت میتونن ویزا بگیرن، کار کنن، فعالیت کنن، بزنس بکنن. این روند به نظر من از طرف ایران به خاطر شرایط داخلی، به خاطر ملامت هایی که کل دنیا بر سیاست خارجی ایران میکنن، ولی از نظر منطقی هم به خاطر شکست های سیاست آمریکا تو منطقه، کشورهای عربی دیگه نمیتونن به آمریکا اعتماد حقیقتش بکنن و اخاذی های آمریکا تو این مدت همش بر اساس اینکه ایران شما را تهدید میکنه، ایران شما را نابود میکنه. حتی تو صحبت های آقای ترامپ زمانی که به عربستان سعودی سفر کرد همین حرفا تکرار میشد، علنا از زبانش تکرار میشد که اگر ما نباشیم ایران 2 ساله شما را از بین میبره. عرب ها تصمیم گرفتن این باجگیری و این اخاذی رو پایان بدن و مشکلاتشون رو با ایران حل کنن. ایران هم به این روابط احتیاج داره و به نظر من منطقه به رویکرد جدیدی گام برداشته. آقای شریفی، به ارتباط عربستان با و منطقه با آمریکا اشاره کردین و نقش آمریکا در منطقه، فکر میکنین این توافق چه تأثیری روی مناسبات عربستان با اسرائیل و آمریکا بذاره؟ به نظر من ببینید، عربستان سعودی و کشورهای عربی دارای ثقل اقتصادی و نفوذی در منطقه مثل عربستان و امارات، اینا حقیقتا از 1 سال 2 سال پیش در سیاست خارجی خودشون یک بازنگری و یک بازتعریف جدید کردن، چون آمریکا از زمان اوباما به اینا پشت کرد و اینا رو در نظر نگرفت و آمریکا سعی کرد تو این مدت تو کل این منطقه در رابطه با پرونده سوریه، در رابطه با جنگ یمن، در رابطه با کیس عراق، آمریکا متاسفانه و این همه میدونن الان تمام نخبگان جهان عرب اینا رو میگن و مینویسن، آمریکا به بحرانها ادامه داد و از بحرانها برای اداره بحرانها به نفع خودش استفاده کرد، اسلحه میفروخت، پاتریوت میفروخت تا حوثی ها موشک بندازن. این مثال وقتی هم بایدن اومد حوثی‌ها را از لیست تروریست خارج کرد و این عوامل همه دست به دست هم داد و کشور عربی رو برون داشت که مسیر خودشون از آمریکا به اصطلاح دور کن. آقای شریفی، شما فکر میکنید الان چین در واقع جایگزین آمریکا شده و نقش آمریکا رو داره ایفا میکنه، موقعیت چین رو چطور ارزیابی میکنید؟ خیلی کوتاه اگه جواب. خیلی موقعیت چین بسیار بسیار مؤثره به نظر من، حتی کوتاه اومدن ایران. میدونی در این توافق ایران متعهد شده که نه تنها در سعودی دخالت نکنه در امور داخلی سعودی، بلکه در امور کشورهای عربی، و این به نظر من نقش چین و فشار چین، چون چین با ایران قراردادهای اقتصادی داره و با کشورهای عربی هم
روابط داره و این فشار چین باعث شده که ایران یکم کوتاه بیاد، چون چین به یک استقرار و ثبات منطقی برای بزنس خودش نیاز داره. عرب ها هم به خاطر اینکه از آمریکا دور بشن به چین و به روسیه تقریبا خیلی خیلی نزدیکتر شدن. الان آمریکا یک راه داره که بازی رو دوباره به قبل از این شرایط برگردونه و اون تغییر رژیم در ایران. اگر نتونه این کارو بکنه باخته تو من.